تماشابینان عزیز السلام علیکم گروه ایجادی در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان در ناحیه میرسید علی حمدانی در مؤسسه تعلیمی رقم 42 ناحیه واخره برگزار کرده است و با یک گروه خوانندگان فعال همین مؤسسه ما این لحظه یکی از داستان‌های بسیار مشهوری استاد مرزا تورسون‌زاده سیاهی هند را مورد محاکمه قرار می‌دهیم. این داستان سال 1948 ایجاد شده است، یکی از داستان‌های اولین استاد تورسون‌زاده از سلسله شعرهای هندوستانیشون می‌باشد. خود سخن را کشال نمی‌دهیم، از یک نفر خواهش می‌کنیم که برای ما آغاز داستان را قرائت کند. مرحمت. کودک می‌گشت با قوتی خود در خیابان لب بحری کبود، می توانستی که در چشمان او پی بری از مقصد پنهان او، می دوید آن هر طرف با جستجو، سوی هر یک ره گذر آورده رو، آگهی می داد سیمای پسر، کامده است اینجا وی از ملکی دیگر، او نریزانده از خون ناف خود، در همین شهر لب بحری کبود. آفرین. معلوم شد که استاد تورسون‌زاده با چشم خودشان همین خیلی کودک را دیدند. استاد میرزا تورسون‌زاده بارها سفرهای زیاده داشتند و به هندوستان هم بارها سفر کرده بودند. در یکی از سفرهایشان در لبی بحر به یک کودک که روپرو می‌گردند که آن کودک افغان بچه بود. وقتی می‌بیند به همان کودک نگاه می‌کند که همان کودک در دستش یک قوطی است که پای افسالی آدم‌ها را تازه می‌کند. بعداً دلش به همان پسر بچه خیلی می‌سوزد و با ایجاد کردن همین داستان یعنی سیاهی هند شروع میکند و عنوان همین را داستان را سیاهی هند میگذارد. درست است، داستان مشهور است، قریب همه میداند و در هندوستان هم همین داستان خیلی زیاد مشهور شده است. شکرانه، من از تو میخوام پرسم که همه استاد چی ضرور بود که استاد تورسون‌زاده مثلا یک سیاهی تاجیکستان را مونده، یک سیاهی خردی کابلی را افغانستان را که به هندوستان رفته یک قدر وصف کردن. یکان ضرورت بود، خب به همه تاجیکستان هم همون زمان سیاه ها می آمدن، مفتون می شدن، دوست می داشتن. لیکن استاد تورسون‌زاده رفتن توی سیاه خورده هندوستانی مراجعت کردن. چه خیلی می فهمی همین رو؟ یعنی استاد میرزا تورسون‌زاده در تاجیکستان یعنی در جمهوری ما چونین کودکا را وانه خورده بود، با چونین کودکا رو پرونه شده بود و همین خیل چونین کودک را چونین جوان را در هندوستان وامی خورد و در همانجا بود که این خیل کودکان زیاد بودند و برای همین داستان را ایجاد میکند. درمان نبود. باز که یکان کس یکان چی ایلاوه کردن میخواد در باری شرایط احوال بچه های هندوستان یکان چی معلومات دارد؟ یکان کسی یکان چی گفته میتواند؟ علاوه بر برای گفته های او معلوم گردد که همین کودک افغانی که در هندوستان بود و از ندوری و تنگدستی زمانه به همین جمعه اوید و برای تامین نموندن خود نیازهای خود و اهل اویله خود این سفر خود را بسته بود و در پس کوه هندوکش که به گفت استاد آمده است و در اینجا بچونی یک رنج گرفتار میگردد. همه این نوادلوتی های همون زمان بودن که این کودک بیچاره که همگی 10-12 سال در خود داشت و این سفر بسیار هم پر تلاطم می براید و همین گونه عملها را اجرا می نماید. درست است. باز یک سبب دیگر هم بود. واقعا استاد تورسون‌زاده به هندوستان رفتن، دیدن کوچه هندوستان پر است از طلبنده و از گدای کودکایی که یعنی خیلی پای افسالی دیگر روی تازه ریش می تراشند، روزنامه می فروشند یا عموماً یکان آرویش سقیج می فروشن پر است. لیکن معلوم می شود که استاد تورسون‌زاده یک کودک رو بخوردن که از یک کشور به کشور دیگر آمده است. برای ایجاد کردن همی خل داستان ها استاد تورسون‌زاده با بعضی سبب ها هم داشتند که همین گفته می تواند. باز سبب ایجاد همین داستان باز چی است؟ استاد میرزا تورسون‌زاده رئیس کمیته صلح ممالک آسیا و آفریقا بودند و از همین سبب این داستان ها را ایجاد کرده است. درست است. همین استاد تورسون‌زاده به مردم کشور خود، فقط به بچه های کشور خود، یعنی نظری
نظر محبت خودشون را اخیر روان بکرد بودن. او کس با چندین کشوری عالم هم بچه کشوری عالم نگاه میکردن. رئیسی کمیتیت کشورهای آسیا بودن. حتی افریقا بودن. پس وقتی که رئیس کمیتیت صلح همین کشورها بودن پس چی وظیفه دار هم بودن که به همین کشورها روان. وقتی به این کشورها رفتن دیدن همین خیل آدمان رو و بعد همین خیل دوستان رو نمیزن. یک بیت دارن میخورم غمهای خلقی دیگره. همینش کشون دیگه هست. واقعا استاد تورسون‌زاده باز یک بیت دیگر دارن که در آن غمخوری و نسبت به خلقیت های دیگر دم شود که چنین است. می خورم غم های خلق دیگری در نظر می آورم تا روزگشت کشوری. درست است. آفرین. این با فکرم از چه دوستان جان شیرین است همین باید. لیکن چه به همین حوزه صحبتی ما دخل دارد درستون زوده خیلی می خواستن که در تمام عالم صلح برقرار باشد. و از همین سبب در همین دوستان در دوستان سیاه هند بعد نگاه کردن دیدن همین خلق کودکان و گفتن که این احوال احوال کودکان نیست. دوام دوستان را که قرائت کرده میتوند. گاش معلومم که افغان بچه است، سوده و گمراه و نادان بچه است. گاش معلومم که مهمان آمده است، مهمان از ملک افغان آمده است. گفتم ای سیاه هندی کابولی، کودکی خوردی و در حکم گلی، جسم خوردت را به پشت هندو کود، کی هوا داد از چی میگردی خموز، یا تو را بختی سیاهت رانده است، باد افغانی مگر پرانده است؟ همین مملده باد افغانی چه خیلی باد است؟ باد افغانی این شمالی سخت است که وای چنگ و غبار دارد. یکم بار دیدی؟ بله. با نوحی همین مرسید علی حمیدونه همین باد افغانی اومده است؟ بله اومده است. درست است. همین باد با چه تاجیکستان گاه گاه در فصل تابستان از بیابان طرف عراق و افغانستان وزیده به همین جا میآید و میبینیم هوا تاریک میشود. حتی اگر سخت شدت گیرد در زیر دندان رگ مایده ها غشراس میزنند همین باد افغانی است. خیلی استاد تورسون‌زاده با همین باد چی گفتن؟ تو رو پرانده همین باد با کشوری هندوستان پرانده تو رو پرانده آورده است. البته کودک رو با هندوستان از شهر کابل باد افغانی نبرده است. شاعر هم تو اشاره کردن این افاده فکری شاعرانه هست. خوب دوام میدهیم. بعد از این باز استاد تورسون‌زاده چی گفتن؟ یا کسی گفته در هندوستان رزق انسان است چون آب روان، هرچی میخواهی تو پیدا میکنی، ناز و نعمت ها مهیا میکنی، میرود در جویهایش جای آب، در تمام فصل ها شیر و شراب، بلکه آوردی تو هنگام سفر، جنت افسانوی را در نظر، خواستی یا از جهانگردان شوی، نوجوان سیاه هندوستان شوی. چی معنی داشتنش ممکن همین بیت ها؟ معلم در همین مضمون وقتی با کودک روبرو میشد میگه تو برای چی اومدی، مقصد چی کار میکنی، برای چی؟ و پسر بچه میگوید که از حساب تنگ دستی و رزق روزی برای رزق روزی جمع کردنم و مقصد روزگذرانیم آمدم. بله با و همین خیلی گفته است که تو را کی گفته است که در اینجا همه شرایط مهیا است و در همه فصل سال شرایط مهیا است، مقصد آب روان در همه جویهایش آب. همه خیلی گفته در شعر قرائت کرده است، بیانم دست. اصلا از یک جو به جوی دیگر برای کسب و کار پیدا کردن تحصیل می روند کدوم ها؟ از یک کشور به کشور دیگر رفته تحصیل میکنند، از یک کشور به کشور دیگر رفته کار پیدا میکنند، زحمت میکشند، سفر بک همین بد است. مثلا تو رفته در اندونزی تحصیل کنی، نه دولت رودو در فرض کردیم در چین در پکین و دانشگاه خود را ختم کرد، همین بد است؟ نه البته بد نیستید. بس برای چی تورسون‌زاده گفتن که تو برای چی به هندوستان آمدی؟ وای ما هیچ بدی ندارد آمدنش. برای آنکه و در سن 10-12 سال داشت کودک بود و باید وقت خواندن از خانه تحصیل کند یگان معلومات گیرد. بر همین سبب که مقصد تو با کابل خودت را در اینجا مقصد این خیلی بگ چی نکنید. برای آنکه تو کودک هستی. بله. خب اگر برای تحصیل علم میرفت تورسون‌زاده افسوس نمیخوردن. لیکن اونجا کودک 8 ساله 10 ساله رفته و قطعی برداشته باز توفلی و پای افسول دیگر روی تازه کردنش بسیار
اذیتناک است. آدمان کلان سال را اگر اندک رحم دل باشند سخت چه عذاب میدهد. کی با چی ایلاوه کردن میخواهد؟ کودک هستن، همه خلاصه همه که کودک است. خب دوام قصه باز چه؟ ای جوانگردی جوانی کابولی، کودکی خوردی یا در حکم گلی، هم پدر هم مادری بیکاری تو، چشم بسته در رهی بازاری تو، من به مثل تو سیاهی نامراد، در جوانی من ندیدم روزی شاد، میشنیدم از پدر شبهای تار، مثل تو افسانه های بیشمار، او به من میگفت در سمت جنوب، کشوری بسیار زیبا است و خوب. ترسون زوده در اینجا احوال خودشون را بیان کرده نه؟ بعد از آنی که میگوید که پدر و مادر تو در راه بازار تو هستن که تو برگردی، بعد ترسون زوده میگوید که پدرم به من افسانه نقل میکرد که در سمت جنوب یک کشوری بسیار زیبا است، بسیار زیبا و خوب است که در آنجا آبهایشون نقره، خاکهایشون زرد میباشن. یعنی ترسونزاده از روی تجربه شان هم؟ با استاد ترسونزاده هم در کودکیشان همین افسانه را هم نقل کردن که در سمت جنوب یک کشوری بسیار زیبا و خوب هست که آبهایش نقره و خاکهایش زرد می باشند و ترسونزاده که بزرگ می شود به هندوستان سفر می کند، بعد خودش هم همه بیند، بعد کودکی رو هم میبیند که به مثل وی افسانه هم نقل کردن، وی هم باور کرده است، آمده است برای کارکنی. برای همین گفتم که برای از تنگ دستی با اینجا آمده و با پدر و مادرش کار کرده، با کشور خودش با کابل و پدر و مادرش پول را میکند. واقعا در باره هندوستان بسیار نقل میکنند، در افسانه هست که این خیلی کشور زیبا، این خیلی کشور مردم اشتانو، همه چی فراوان. خوبی همین یک خوبی هندوستان، یکی از خوبی هاش همین است که چهار فصل سال بهارانند، بهار تابستان است، خیلی نعمت ها خیلی زیاد در یک سال از یک درخت دو سه حاصل میکرند. لیکن در آنجا این خیلی نیست. هندوستان چنان که در افسانه ها میگویند در اون زمان این خیلی نبود. برای من ترسونزاده رفته دیده گفتن که من در بچگی هم افسانه میشنیدم، در باره هندوستان باور میکردم. صورتی آن مملکت دیگر بود، آبهایش نقره، خاکش زرد بود. پس در هر سال گردد آفتاب، یک قدی نیزه بر روی خاک و آب. من کنون از ملک خورم آمدم، چون وکیل خلق اعظم آمدم. می دوی با چشم پرنه می دوی، پیش پای ناکسان خم می شوی. می کنی با رنگ باری خیش پاک، موزه های بخت و زان رازی خاک. همین بخت دزدان که هستن؟ اون شخصانی را گفته است که در هندوستان حکمرانی میکردن. انگلیس ها در آن وقت به هندوستان تقریبا 200 سال هندوستان در دست بریتانیای کبیر بود. بعد همین ترسونزاده گفته است که موزه های بیگانه ها را پاک میکنی، تمام ثروت های هندوستان را میدوزیدن، درآمدشان از در انگلیس ها بود. به خاطر همین میگفتن که بخت دوزان، برای همین اونها را بخت دوزان میگفتن و میگفتن تا که موزه های اونها را پاک میکنی. بغیر از پای دراز کردن باز معنی دیگر هم دارد که هنچ پای دراز بکنن تو رو میزنن. بله. کردن تو رو از جای تو رو تنگ میکنن، پای دراز کردن پای مرا تازه کن میکنن. درست است. خب باز کی چی ایلاوه کردن میخواهد؟ این چونین از تاریخ با ما معلوم است انگلیس ها قریب تر تمامی همین 200 سال تمام ثروت ها و بایگری های همین خلق ملت هندو ها رو کشونیده و دولتی خود می بردند و از همین خاطر آنها را همچون غلام استفاده می بردند. یک موزدی ناچیزی به آنها داده آنها را همچون سو استفاده می بردند و میزو ترسونزاده گفته است که باید شما برزید همین گونه مستملکت داران برخیزید. حاضر هندوستان دولت مستملکی است؟ نه، دولت صاحب استقلال می باشد. وقتی که هندوها انگلیس ها رو زده از کشورشون پیش کردن، صاحب استقلال شدن و آباد شد هندوستان. بله. مثلا آباد شدنش رو در چی دیدم ممکن؟ مثلا اگر به هندوستان روی پر از کوچه ها پر گدا هستن، یا هنوز در بعضی جاها جهالت است. مثلا یک گاو در روی راه خواب کرده است، تو حق نداری که اون گاو رو خیزانده یک طرف
بری و چی با ماشینت گذری و این رو چی خیلی فهمیدم ممکن بله و با دوشبیش در همین است که صاحب استقلال شد در زیر مفهومی که هندوستان آزاد شد و آباد شد این بود که با هندوستان هیچ دولت دیگر امر نمیکرد هندوستان خودش دولت خودش را حکمرانی میکرد و هندوستان صاحب استقلال شد مستقل شد وقتی که هندوستان مستملکه بریتانیا کبیر بود وای انگلیسوریان بگوناگون را با هندوستان روان میکند و از همه بود ثروت ها و دیگر همون اشیاء خامی که از در هندوستان بودن از اونها استفاده میبرد تشکر واقعا من قید کردن هستم که بعد از اون که سیاح هند از گنگ تا کرمل قصه های شعر های دیگری هندوستانی استاد تورسون‌زاده ایجاد شدن به زبان های دیگر ترجمه شدن از جمله به زبان هندی هم ترجمه شدن مردم هندوستان به وجد آمد استاد تورسون‌زاده را دوست داشتن و در این خصوص خیلی قصه های زیاده شاید شما هم شنیده باشید. مردم هندوستان استاد میرزا تورسون‌زاده را همچون شاعر خودشان شناخته اند. شعرهای ایجاد کرده ای میرزا تورسون‌زاده را از خود میکردند. استاد میرزا تورسون‌زاده بسیار داستان ها ایجاد کردند و یکی از این داستان های او از گنگ تا کرمل می باشد و در قطاری داستان ها شعرهای زیاد هم ایجاد کردند که یکی از این شعرهای او رات را چندری می باشد و هندوستانی ها این شعرهای استاد میرزا تورسون‌زاده را بسیار می پسندیدند با همه زبان ها از یاد می دانستند استاد میرزا تورسون‌زاده بسیار شاعران هستند که هندوها آن را خیلی دوست می دارند و خیلی هم خوب می خوانند و از یاد می کنند بار استاد تورسون‌زاده با یک گروه شاعران و نویسندگان اتحاد شوروی به طریق افغانستان به هندوستان می روند رفتنی می شوند بعد به سرحد هندوستان می رسند و طبق رسم سرحدی باید شناسنامه ها را از نظر گذرانند کار همین خیلی می شود که شناسنامه استاد تورسون‌زاده اول به دست سرحدبانان می رسد بعد سرحدبانان شناسنامه استاد تورسون‌زاده را دیده بعد می گوید شما استاد تورسون‌زاده هستید بعد استاد تورسون‌زاده می گوید بله من هستم می گوید که خوش آمدید شما هم شاعری هندوستان هستید خوش آمدید به خاک هندوستان بعد به خاک هندوستان که می دراید بعد نگوید که من تنها نیستم تقریبا 30-40 نفر همراه من است استاد میرزا تورسون‌زاده می گوید که با همراه من دوستان و رفیقانم هستند که آنها 20-40 نفر هستند و سرحدبان ها هم به یگان کفتکاب آنها را با همراه همین میرزا تورسون‌زاده از سرحد می گذرانند و همه دوستان و رفیقان همین میرزا تورسون‌زاده در تعجب می مانند و خیلی خرسند می شوند که میرزا تورسون‌زاده برای همین استاد که آنها هندوستانی ها آن را خیلی دوست می دارند همه ما را به یگان تفتیش گذرانیدند و می گویند که در حیات ما این خیلی واقعه باری اول است که رخ می دید واقعا همی خیلی است استاد تورسون‌زاده شاعری عالم شمو شاعری واقعا جهانی هستند تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است نوشتم پخش کردم مهر موندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافی است وابسته به دوستان سیاحی هند ما میتونیم ساعت ها صحبت کنیم از گپ گم میبراید با واقع های دیگر به خاطر میرسد مضمونی نو کش میشود هر دفعه این دوستان از سال 1948 تا امروز 70 سال زیاد است برها موردی آموزش تحقیق قرار گرفتن لیکن اهمیتش را گم نکردن بسیار روان است بسیار شیرین است سخن استاد تورسون‌زاده همین یک مصره دو مصره آخری همین دوستان اینقدر قوی هست اینقدر جنبه هست که وقتی آدم تمام خود دوستان یک طرف همین دو مصره آخر یک طرف هست اینقدر بلند من میخوایم که یک نفر شما قرائت کند و شرطیت که این چی معنا دارد ای جهانگرد جوان کابولی کودکی خورده یا در حکم گلی حیف مایت که تو در این سین سال
مانده بی بهره از فضل و کمال دزد بختی خلق ها من بعد باز پای خود را سوی تو سازد دراز خاک پایش را نباید پاک کرد پاک از آن باید که اکنون خاک کرد یعنی این بیگانه ها باید که در هندوستان پای نگذارند پای خودشان را از هندوستان گیرند خب اگر با دوستی بیایند با نیت نیک بیایند مرحمت لیکن امیده اگر میخواد دیوانگی و بختوزدی و مستملک داری کردین باشند پناهشان به خدا پایشان رو کندن در کار از اینجا دیگه خب پای آنها رو تازه کردن در کار نیست دوستان سیاه هند من گمان میکنم که اگرچه کوچک است اگرچه چندان دراز نیست همه که سه نیم صفحه است لیکن مضمون بلند دارد اولین مراتب توسط همین دوستان استاد تورسون‌زاده رو مردم هندوستان از نزدیک شناخت همین برای مبارزه خلق هندوستان بر ضد اجنبیان همین دوستان هم خیلی حصه گذاشته است ما قریب هر چی میدانستیم تا اونجایی که زور ما میرسید هم بیان کردیم و البته با یکان زمان دیگر شاید مورد تحلیل قرار گیرد ما چی محاکمه میکنیم و اون وقت باز در سری دوستان های دیگری استاد سخن های دیگر را گفته میتوانیم تماشابینان عزیز این بود محفل نوبتی بهتر از دوست تلویزیون بهارستان که در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان در ناحیه همدانی برگزار کرد در محفل امروزی ما خوانندگان فعال مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 42 ناحیه مرسید علی همدانی اشتراک داشتند سلامت باشید تا واخری دیگر